من سلام عرض میکنم خدمت همه حضار این گروه تلگرامی و دیگر گروه تلگرامی که صدای من رو میشنوند. امروز در آستانه 10 دسامبر سال روز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سومین مجمع عمومی سازمان ملل هستیم، دوره سوم مجمع عمومی. این اعلامیه خب هرچند که در ابتدا خیلی بهش توجهی نمیشد و حتی از قول آقای فریدون هویدا که نماینده ایران بوده در اونجا گفته شده که صحبت کرده با مقامات وزارت خارجه وقت ایران که این اعلامیه ممکنه تعهداتی رو برای ما پیش بیاره، نهایتاً به او گفته شده ایش که شما رأی آری بدید و این در تصویب در واقع این اعلامیه شرکت داشته باشید. حالا نگران این که این تعهدات ایجاد بشه برای حالا دولت وقت، دولت شاهنشاهی ایران نباشید. به هر حال شاید این فقط موضع حکومت وقت ایران نبوده، خب خیلی از کسانی که در اون، خیلی از کشورهایی که در اون وقت در به این اعلامیه رأی مثبت دادند هم اون موقع مسائل حقوق بشری رو رعایت نمی کردن و هنوز هم خب کارنامه کامل، خیلی از اونها کارنامه کاملا مثبتی رو هنوز هم ندارند. در ارتباط با حقوق بشر گفته میشه همه کشورها اونایی که بهترین کارنامه ها رو دارن، مثلا از اگر کشورهای کشور اسکاندیناوی نام ببریم یا مثلا از زلاند نو نام ببریم، برای کشورهایی هستن که خب ما بدون اینکه یه شاخص ایندکسی داشته باشیم در رابطه با حقوق بشر، ولی اگر که از زوایای مختلف نگاه بکنیم، از اینکه تا چه حد تونستن با تبعیضها مخالفت بکنن، تا چه حد تونستن آزادی های مختلف در جامعه ایجاد بکنن، تضمین بکنن، میبینیم که خود اونها ادعا ندارن که به اصطلاح کامل هستن و تمام مسائل مربوط به حقوق بشر رو رعایت میکنن. حالا مواجه هستیم با کشورهایی که به شدت نقض حقوق بشر رو مرتکب میشن که خب از جمله جمهوری اسلامی در زمره این است. اگر در این ارتباط سوال هایی باشه که خب در خدمتتون هستن، در مورد با کلیت وضعیت حقوق بشر از ابتدا تا کنون، حالا یه مدار فعلا بپردازیم به اون چیزهایی که این در این زمان باهاش مواجه هستیم، در این در خلال این هفته به اصطلاح، هفته گذشته، هفته آینده مواجه هستیم، و بعد هم صحبت کلی رو داشته باشیم در رابطه با این 10 سالی که گذشته از تصویب این اعلامیه و حالا به طور کلی وضعیت حقوق بشر در جهان. اون چیزی که الان مطرح هست، خب میدونیم که دادگاه حمید نوری جریان داره، بعد از یه مدتی که خود حمید نوری این فرصت رو داشت که موضعش خودش رو اعلام بکنه، اثبات، یعنی ارائه ادله بکنه به اصطلاح، ما الان دوباره مواجه هستیم که شاهدان و حالا قاعدتا شاکیان گزارش های خودشون رو به دادگاه میدن یا به حال شهادت میدن در دادگاه که بر اونها چه گذشته. خب امروز از امروز در واقع میشه گفتش که این پیگیری میشه در استوکهلم. به هر حال امیدوارم که همه ما فرصت بکنیم، اگر نه کامل هم، جریان این دادگاه رو بسیار جنبه آموزنده بسیاری داره پیگیری بکنیم، حداقل بخشی از اون رو بتونیم تا الان توانسته باشیم پیگیری بکنیم. خب تا اواسط آوریل این دادگاه جریان داره و همش شنیدنی، این هم صحبتهایی که آقای نوری میکنه و همچنین صحبتهایی که شاهدان مختلف از طیفهای مختلف انجام میدن. این یک مسئله است. یک مسئله خب مسئله مربوط به برجام هست. خب میدونید که من در وین زندگی میکنم و در وین
جایی هستش که این مذاکرات داره پیگیری میشه. چیزی که ما همیشه سعی کردیم اینه که در این روندی که این مذاکرات هست، حتی مقرور بتونیم حضوری داشته باشیم به صورت داشتن تظاهراتی. خب از همون زمانی که عملا برجامی نبود یا کلن توافقی نبود و بحث در غنی‌سازی مطرح بود و هنوز به شورای امنیت هم نرفته بود، ما سعی میکردیم که در مقر سازمان ملل، جایی که آژانس انرژی اتمی هست، حضور پیدا بکنیم و در مورد اینکه حقوق بشر باید در اولویت قرار بگیره و باید به عنوان در مذاکرات در رأس امور قرار بگیره، اون موقع خواست ما بود، طرح مسائل ما بود که حالا بعدا به شورای امنیت رفت و خب بعدا گفتگوهای برجام صورت گرفت که خب ما در زمانی که گفتگوهای برجام صورت میگرفت اونجا چادر زدیم، تحسن کردیم، به معنی اطراق کردیم و برای خب باز هم خواست داریم بودیم که در اون مذاکرات مسئله حقوق بشر مطرح بشه. خب تا حدی مطرح شد، هرچند که خب هر دو طرف از این صحبت میکردن که خب مسئله حقوق بشر در مذاکرات ما جایی نداره و ما صرفا رو مسائل هسته‌ای مذاکره میکنیم، ولی در جوار اون وقتی که اون مذاکرات به خوبی پیش میرفت، حداقل اینه که تعدادی از زندانیان تبع ایران در آمریکا و زندانیان ایرانی آمریکایی در ایران آزاد شدن، تعدادی از اینها در مقابل تعدادی از آنها، و به حال این حد اقلی بود که مسئله حقوق بشر مطرح بود. در این دور هم که میبینیم که حالا حداقل آقای رابرت مالی مسئله آزادی عماد شرقی رو توی صحبت‌های روز گذشتهش طرح کرده و ما هم که خب همیشه صحبت از این کردیم که باید سعی بکنیم که مسئله کل مسائل مربوط به حقوق بشر و به خصوص حداقل مسئله آزادی زندانیان دو تابعیتی رو که گروگان‌های کشورهای دیگر هستند در ایران، اینها رو بتونیم طرح بکنیم. و خب در میان کشورهایی که در این مذاکرات هستند، یعنی آلمان، بریتانیا، فرانسه، آمریکا، اینها این گروگان دارند. در ایران مثلا خانم زاغری، مثلا خانم نایت تقوی، مثلا عماد شرقی که در آمریکا هست، خانم عادل خواه، درسته که الان در مرخصی هستند ولی که خب آزاد نیستند و در فرانسه نیستند. و از اونجایی هم که اتریش میزبان این مذاکرات هست، حداقل انتظارمون این هستش که دو ایرانی اتریشی، یعنی دکتر کامران قادری و آقای مصاحب که اینها ایرانی اتریشی هستند، مسعود مصاحب که ایرانی اتریشی هستند، در حال حاضر در ایران در زندان هستند و حداقل اینه که وضعیت سلامتی مناسبی ندارن، در حین این مذاکرات مطرح بشه و آزاد بشن. خب علاوه بر این مسلمه که خواست ما بسیار فراتر از اونه، خواست تمام آزادی تمام زندانیان سیاسی و بسیاری از مسائل دیگر هست، ولی که این خواست ها هم مطرح است. مسئله دیگر این هستش که خب میدونید در جریان تحریم هایی که در فاصله توافق برجام تا کنون انجام گرفته، بسیاری از تحریم ها تحریم های حقوق بشری هستند که ما معتقدیم که این تحریم های حقوق بشری به هیچ وجه نباید برداشته بشه. یعنی اگر که ما به عنوان مدافعان حقوق بشر خواهان رفع تحریم های اقتصادی هستیم، که این تحریم ها خب عمدتا کور هستند و فشارش و دودش به چشم مردم ایران میره و خب همینجور هم شاهد هستیم که تا چه حد فقر و فاقه در مملکتمون بیشتر شده، در ارتباط با
تحریم‌های حقوق بشری نه تنها خواهان این نیستیم که برداشته بشه، بلکه خواهان آن هستیم که هرچه بیشتر افزایش پیدا بکنه، برای اینکه ناقضان حقوق بشر هرچه بیشتری شناخته شدن. ای بابا، من تا حالا فکر میکردم صدای من کافیه. ممنون مانی عزیز که تذکر دادید. اگر که خیلی صدا ضعیفه باید یه فکری براش بکنم. از گوشی الان از کامپیوتر صحبت میکنم، از گوشی صحبت کنم. سوالی نیومده، من ادامه میدم صحبت ها رو. خب ما روز مسائل مربوط به اصفهان رو هم که خب داشتیم و داریم، که مهمترین مسئلهش بده در واقع مسئله آب هست. خب ما میدونید که خب حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی هم بسیار مهم هست در ارتباط با فعالیت مدافعان حقوق بشر، و خب آب از مهمترین احتیاجات بدن هست. حق برخورداری از آب سالم آشامیدنی و همچنین در واقع برای مصارف بهداشت از حقوق اصلی هست، و خب در جامعه ما به خاطر مجموعه شرایطی هست مواجه هستیم با بحران جدی کم آبی، و امیدوار هستم که به هر حال دوستان که تعقیب میکنن مسائل اصفهان رو تعقیب کنن. میدونید که در اثر بازداشت‌های گسترده و سرکوب شدید مقدار تعداد هفته گذشته جمعه که قرار بود که در نماز جمعه شرکت بکنن مردم، عملا با جو امنیتی شهر نتونستن این کار رو بکنن، بلکه خواهان این هستن که در جمعه پیش رو دست به تحرکی در این رابطه بزنن. و در این حال خب صحبت از این بود که بازاریان اصفهان با اعتصاب خودشون سعی کردن حمایت بکنن از هم استانیاش، و خب حتما شعر رو که میخوندن با هم دیگه یک شنبه شب حتما شنیدید، بر روی آهنگ همون یار دبستانی یا از یار همستانی صحبت کردن، و برای شعر خانه همبستگی هرچی بیشتر شدن. در این حال که میبینیم این وضعیت در جاهای دیگه هم جریان داره، از جمله در بردسیر نزدیک کرمان در ارتباط با رود حلیل رود که وضعیت مشابهی رو داره، و برنامه برای انتقال آب این رودخانه به کرمان وجود داشت و وجود داره. شهروندان آن ناحیه چادر زدند و خواهان این هستند که برای اون پروژه متوقف بشه. مسائل مربوط به آب به این صورت ادامه داره. موضوع دیگر این که خب روز دانشجو در پیش 16 آذر، و خب ما دانشجویانی رو داریم که نخبگان دانشجو هم هستند و متاسفانه در زندان هستند و خطرات جدی تهدیدشون میکنه، چون به هر حال جوانان همواره بیشتر مورد ظلم و اذیت و آزار زندانبانان قرار میگیرن. اینها مجموعه شرایطی که در این هفته گذشته شاهدش بودیم و هستیم. چند پرسش با هم اومده، امیدوارم که برسم به خوبی جواب بدم. صحبت هست برای دادخواهی بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر در اصفهان چه کارهایی لازم است انجام شود. خب دادخواهی میدونید دیگه مرحله اولش حقیقت یابیه، یعنی ما به طور کلی اساساً باید این افرادی که بازداشت شدن که 200-300 نفر چه بسا بیشتر باشن باید مورد شناسایی قرار بگیرن. خب این مشکلی که وجود داره در مورد دادخواهی در این مرحله که هست اینه که بسیاری از کسانی که بازداشت میشوند برای اولین بار اولین تجربه در واقع بازداشتی رو طی میکنند، بنابراین آشنایی ندارن با حقوق خودشون، و خیلی هم اونها و هم خانواده هاشون مرعوب میشن. و خب برنامه ای که زندانبانان دارن اینه که خب اولا با ضرب و شتم شروع بکنن،
و بعدش به سرعت اونها رو تحت فشار قرار بدن، به میزان زیادی تحت فشار قرار بدن و اونها رو به تسلیم به اصطلاح وادارن، به توبه وادارن و خانواده ها رو بترسونن. و در این مورد اگر کسی مقاومت نکنه ممکنه که آزادش بکنن، برای اینکه خب گنجایش این که این همه تعداد کثیر رو برای دراز مدت زندانی بکنن در زندانهای خودشون خب ندارن. ولی که اگر کسی مقاومت بکنه او رو در زندان نگه خواهند داشت و برنامه ریزی های برای اذیت و آزار و سناریو نویسی اونها، اعترافات اجباری و امثال اون دارند. تمام موارد رو که ببینیم مشابه هست از این نظر. بنابراین در وهله اول تقاضا این هستش کسانی که در تماس نزدیک هستند با کسانی که زندانی شدند سعی بکنند به خانواده ها قوت قلب بدن و به اونها کمک بکنند و اسامی اونها حداقل هر چه سریعتر منتشر بشه. این مرحله اول دادخواهیه. بعد دیگه خب مرحله دوم که خب همیشه تو این مقطع حتما با دشواری باهاش مواجه هستیم، سپردن ناقضان نقض حقوق بشر به عدالت، که خب در این مورد در این شرایطی که حداقل هست در رابطه با اعتراض های اخیر اصفهان در داخل کشور کار خاصی شاید نشه کرد، ولیکن حداقل اینه که اونها هر موردی رو که میبینن نقض قانونی حتی در چارچوب قانونهای جمهوری اسلامی صورت گرفته هم گزارش بدن، همین که شکایت کنن، یعنی هیچ موردی رو بدون شکایت نگذرانن. این در واقع حرکتی که باید صورت بگیره. حالا تو این مرحله بعدن اگر که بتونه پیشرفت معینی داشته باشه راجع به مراحل مختلفش میشه صحبت کرد. اعتراضات اصفهان ادامه خواهد داشت و در ادامه ما بیشتر مواجه خواهیم شد با مسائل نظیر این، و تنها در اصفهان هم نخواهد بود، حداقل مناطقی که با کم آبی مواجه هستن تداوم اعتراضاتشون رو خواهیم دید و به همدیگه همبستگی اونها با همدیگه پیش خواهد اومد به رغم مشکلاتی که سعی میکنن در ایجاد این همبستگی ایجاد بکنن، مشکلات رو پدید بیارن. سوال شده رژیم جمهوری اسلامی برای تشدید دستگیری ها و سرکوب هرچه بیشتر معترضان افسوده است، این سرکوب ها تا چند اندازه میتواند مشکلات این حکومت را سرپوش بگذارد؟ خب هممون میدونیم که بر این مشکلات که سرپوش نمیتونه بگذاره، بلکه این مشکلات خب کاملا عیان هست و بیشتر هم میشه دیگه. برای اینکه ما مثلا در مورد آب هیچ دورنمایی از این که مشکلات مربوط به آب کمتر بشه نداریم، مگر اینکه خب مثلا در یک سالی ممکنه سال ترسالی باشه به اصطلاح و خب شاهد نزولات جوی به مقدار زیاد باشیم، ولی به نظر نمیرسه که زمستان امسال زمستان ویژه‌ای از این نظر باشه. زمستان معمولی به نظر میرسه که مطابق پیشبینی های هواشناسی وجود داشته باشه. بنابراین ما شاهد تغییر مثبتی در این جهت نخواهیم بود، به اضافه اینکه خب تا کنون امسال سال ترسالی هم نبوده، یعنی در بهار و تابستان هم میزان نزولات جوی فراوان نبوده و خب منابع آبی هم رو به نقصان هست. بنابراین حالا در این ارتباط با این موضوع، در ارتباط با موضوعات دیگر هم که خب شاهد هستیم، مسئله الان بالا رفتن سریع قیمت ارزهای خارجی هستش که شاهدش هستیم و مشکلات دیگه. بنابراین به مشکلات نمیتونه سرپوش بذاره، برای اینکه قابل سرپوشی هم نیست، ولی خب میتونه به سرکوب ادامه بده. ولی این سرکوب تا چه حد میتونه ادامه بده و چگونه در واقع از یک جا این امکاناتش از بین خواهد رفت یا شکستی در میان صفوف خودشون روی خواهد داد، خب هنوز اون مقطع رو نمیتونیم دقیق پیش بینی بکنیم، ولی که محرز هستش که در شرایط موجود وضعیت رو به بهبود نخواهد رفت و مجموع اعتراضات افزوده خواهد شد
به خاطر اینکه خب مسائلی که مردم رو به اعتراض کشانده خب لاینحل مونده و افزایش پیدا میکنه که کاهش پیدا نمیکنه. بنابراین باید با این تصور نسبت به این موضوع برخورد داشته باشیم. سوال شده که آیا ما برنامه در ارتباط با ارائه گزارش سرکوب مردم اصفهان توسط رژیم به شورای حقوق بشر سازمان ملل داریم؟ به هر حال هم ما هم دیگر سازمان‌های غیر دولتی در این ارتباط گزارش‌های خودشون رو به مجامع بین‌المللی حالا سازمان ملل میدن که مهمترین این مجامعه که کمیساری‌های عالی سازمان ملل متحد است، یعنی دستگاهی که مسئولش کمیسر عالی خانم میشل باچله هست و در این حال از اونجا که ایران گزارشگر ویژه ایران داره، به گزارشگر ویژه ایران هم گزارش خودمون رو میدیم. از اونجایی که این موضوع جنبه های زیست محیطی داره، خب ما گزارشگر ویژه محیط زیست سازمان ملل رو داریم، گزارشگر ویژه مربوط به آب و پساب آب بهداشتی داره و پساب هم وجود داره که خب مسائل مربوط به آب به او مربوط میشه، به اون هم گزارش خودش رو گزارش میدهیم. و از اونجایی که خب این موضوعات مربوط به آب بخشن با شکل دفع سموم هم در ارتباط هست، این گزارش ها رو به اونها میدیم. اینها گزارشگرهای ویژه موضوعی هستن که به این موضوع در ارتباط هستن و خب حتی میشه راجع به گزارشگر موضوع به گزارشگر ویژه بهداشت و از اونجایی که آب و بهداشت در ارتباط نزدیک با هم دیگه هستن و به گزارشگر ویژه قضا هم میشه ارائه داد، برای اینکه خب بسیاری از مسائل مربوط به این تامین آب کشاورزیه و قضا یعنی تامین بسیاری از محصولات کشاورزی توسط دهقانان لطمه خورده. اینها گزارشگرهای ویژه هستن که به این موضوع کارشون مربوط میشه. خب ما در این راستا تلاش خواهیم کرد. در مورد کل خود شورای حقوق بشر، خود شورای حقوق بشر جلسه‌اش رو در جلسه عادی خودش رو در ماه اسفند ماه خواهد داشت و خب طبیعیه که ما از الان تدارک می‌بینیم که حضور فعالتری داشته باشیم. به خاطر کرونا فعالیتمون خب محدودتر بوده در یکی دو سال اخیر، ولی که باز امکانات معینی وجود داره و از اونجایی که این جلسه یعنی جلسه ماه اسفند در میان سه جلسه اصلی شورای حقوق بشر اهمیت بیشتری داره، خب نه تنها ما، همه مدافعان حقوق بشر سعی میکنن که حضور فعالتری داشته باشن. بنابراین در اون رابطه هم این فعالیت صورت میگیره. گزارش هایی که به مجامع بین المللی داده میشه مستمر هست، یعنی اینکه فقط به اون مقطع خاص مربوط نمیشه، ولی خب تو اون مقاطع امکانات برای طرح موضوعات مقدار بیشتر است. خب طرح شده که بخشی از منتقدان شورای حقوق بشر این بخش از سازمان ملل رو بدون کارایی لازم و صرفاً نمایشی میدانن. نظرش من در این رابطه چیه؟ به هر حال نمیدونم منظور از کارایی چه باشد. اگر که یعنی اون ارگان به اصطلاح کارا در سازمان ملل که کارایی خیلی زیادی داره شورای امنیته و خب اون کارایی که وجود داره در چارچوب منشور سازمان ملل فصل هفتمش اون کارایی تحریم و جنگه که ما مدافعان حقوق بشر با این کارایی سازمان ملل موافق نیستیم، برای اینکه خب اگه بخواد در این رابطه جهان کارا باشه در ارتباط با جمهوری اسلامی لطمات زیادی رو مردم تحمل میکنن. و کارایی دیگه در رابطه با حالا توسعه برنامه های اقتصادی سازمان ملل هست که کارایی معینی داره ولی کارایی خیلی وسیعی نداره. میدونید که با ارتباط با
کمک های انسان دوستانه الان مثلا در رابطه با افغانستان نسبت به نیازهایی که مثلا این جامعه داره، حدی که سازمان ملل میتونه کمک بکنه بسیار محدود. یا در رابطه با مثلا همین پروژه های انسان دوستانه یا زیست محیطی کشورهای حتی مثل ایران، خب این میزان خیلی زیاد نیست و حتی روی طرحهای سازمان ملل متاسفانه اون تحریم ها میتونه، تحریم های یک سویه میتونه تاثیر بذاره. یعنی حتی مثلا کمک های سازمان ملل در رابطه با همین مسائل مربوط به زیست محیط و مسائل مربوط به بهداشت محیط و غیر و غیره در اثر تحریم، حتی سازمان ملل نتونسته کمک های لازمه رو به مردم ایران در این رابطه بکنه. برای این بخش دیگه از کمک ها یا کارایی ها هست. کارایی دیگه که حالا شورای حقوق بشر داره، خب میدونه که بحث حقوق بشر در ارتباط با کل وظایفی که سازمان ملل داره یا بودجه‌ای که داره، هرچند که خب یکی از رکن‌های اصلی سازمان ملل حساب میشه و یعنی یکی از سه رکن اصلی حساب میشه و به این معنی در واقع یک سوم فعالیت‌های سازمان ملل در این ارتباط هست، در ارتباط با حالا بودجهش 3% تجاوز نمی‌کنه و بودجه چندانی نداره، ولی اون تاثیر معنوی، من در ابتدای صحبتم از اعلامیه جهانی حقوق بشر صحبت کردم که شاید در ابتدا یک، شاید در نظر خیلی از کشورها هم حتی کاغذ پاره به نظر می‌رسید، ولی الان یک نیروی معنوی زیادی رو داره در تمام جهان. در رابطه با شورای حقوق بشر و مصوباتش هم چون این از کارهایی که میتونه بکنه اینه که خب گزارشگری ویژه رو تامین میکنه، اینکه با سیستم های دیگر مثل در واقع کمیته های مربوط به معاهده ها همکاری نزدیک داره، سیستم یو پی آر هست، بررسی ادواری جهانی، اینا کارهایی هستش که به طور مشخص هر کشور رو مورد بازبینی و مورد بررسی قرار میدن. اینها تأثیر معنوی خودش رو داره، یا به هر حال قطعنامه‌ای که در شورای حقوق بشر یا مجمع عمومی تصویب میشه به زودی شاهد تصویب قطعنامه در مجمع عمومی خواهیم بود در سازمان ملل در خلال 1-2 هفته آینده، و خب تمام اینها اثرات خاص خودش رو خواهد داشت، ولی که این شاید اون کارایی مورد نظر نباشه. اون کارایی مورد نظر عزیزان اینه که بشه فرماندهی بکنن در ارتباط، یعنی یک نوع به یک، شاید سازمان ملل یک روزی فرمانده دنیا بشه، یعنی یه جوری بشه که بتونه امر و نهی بکنه، و این امر و نهی نه تنها در قالب شورای امنیت، بلکه این امر و نهی پذیرفته بشه بدون اعمال حالا تحریم یا جنگ، یعنی اینقدر اعتبار جهانی پیدا بکنه کل سازمان ملل یا شورای حالا امنیت و کشورهای دیگه، آنچنان کشورهای مختلف آنچنان مواضعشون به هم نزدیک بشه که این کار میسر باشه. ما به هر حال از یک سازمان مللی که در یک جهان دو قطبی بوده رسیدیم بالا به جهان امروز، حالا میشه تعریف‌های مختلف ازش داشت، یا یک قطبیه، چند قطبیه، قطعا هنوز دو قطبی نیست یا هنوز دو قطبی نیست، ولی به هر حال جهان امروزه. و حالا اینکه این سازمان ملل چگونه بتونه، یا حالا شورای حقوق بشرش چگونه بتونه این هماهنگی رو به وجود بیاره باید دید. سوال شده دادخواهان داخل و خارج ایران چگونه میتوانند با شما و تشکل حقوق بشر برای همه ایرانیان تماس حاصل بکنند، پیدا بکنند. خب به هر حال این که حالا یه امکان و حتی شماره تلفن من در این طریق تو این کانال تلگرامی در اختیار شما عزیزان هست، و خب ما حالا سایت همه حقوق بشر برای همه ایرانیان خب مشکل داشت برای یه مدتی، اون مشکل حالا در حال رفع شدن، از طریق سایت هم میشه تماس پیدا کرد، و خب طبیعیه که خود امیدوارم دوستان هرچه بیشتری خودشون را همراه با این در واقع شعار یا با این تشکل بدونن، و خب از طریق اون عزیزان هم حتما میشه در تماس بود. مشکل
مشکل تو دنیای امروز ایجاد تماس نیست، این تماس ها رو به اشکال مختلف میشه برقرار کرد و خب برقرار هم هست دیگه. دوستانی که در مبنای اینکه ما چقدر میتونیم کار بکنیم و چقدر حالا ما خودمون به سهم خودمون کارایی داریم، ممکنه که بخواهند این تماس رو ایجاد بکنن و ببینیم که در اون رابطه چه میتوانیم بکنیم و چه نمیتوانیم بکنیم. مسئله کلی که وجود داره اینه که همه شناخت داشته باشیم از حد امکاناتی که وجود داره. گاهی اوقات هستش که تصوراتی که وجود داره، در حالا تو صحبت قبلی من بود در رابطه با سازمان ملل، خب واقعی ممکنه نباشه. گاهی اوقات احساس بشه که اینجور تشکل‌ها هیچ کارایی ندارن. گاهی اوقات هم این تصور به وجود بیاد که کارایی های خاصی دارن که ممکنه فاقد اون کارایی های خاص باشن. این موقعیتی هستش که حداقل در وهله اول میشه در صحبت متقابل یه مقدار روشن کرد عزیزانی که بخواهن در راستای این دادخواهی حرکت بکنن. مطرح شده که رژیم جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته‌ای به دنبال اتلاف وقت است یا آماده میشود خامنه‌ای جام زهر دیگری را بنوشد. به نظر میرسه که نه این و نه آن، یعنی این که خب البته میدونیم که شرایطی که طرح کردن شرایط دشوارتریه در این چند ماه. بسیاری از کارهایی که هیئت نمایندگی قبلی کرده اونها حتما میخواهن تخطئه بکنن و معتقدن که حالا هم توافق صورت گرفته در سال 2015 توافق خوبی نبود و همین که اون هیئتی که تا دور ششم مذاکرات کارها رو پیش برد هیئت مطلوبی نبوده و اونها فکر میکنن حداقل که امکانات بیشتری رو خواهند داشت. از خب باید حتما ببینیم در خلال حالا دور هشتم که به زودی آغاز خواهد شد، احتمالاً پس فردا آغاز خواهد شد، و تعقیب کنیم از نزدیک که قضیه به چه صورتی است. به هر حال اعتماد به نفسی رو پیدا کردند در رابطه با اینکه خب بالاخره این نیرو پیروز، حالا پیروز تو گیومه باید بگیم، به در اثر انتخابات تقلبی از همش غیر منصفانه و ناعادلانه و غیر آزاد بوده. حالا این یکی دیگه نور علی نور بوده، ولی برها در اثر اون که به هر شکلی سر کار اومدن اعتماد به نفس ماهیان دارن، امید دارن از اونجایی که خب مواضع اتخاذ شده توسط بایدن خیلی متفاوت بوده با ترامپ، عقب نشینی های جدی توسط دولت آمریکا صورت بگیره، این احساس رو میکنن که وضعیتشون در منطقه بهتر شده و مثلا کشورهای مثل امارات، مثل عربستان سختگیری هاشون کمتر شده نسبت به وضعیت حالا مداخلات منطقه‌ای جمهوری اسلامی، و برای تو این مجموعه این احساس رو دارن و خب از اون طرف فکر میکنن که با توجه به اینکه غنی‌سازی بیشتری رو انجام دادن میتونن معاملات شیرین تری رو داشته باشن. اینا مواردی هست که باعث میشه احساس بکنن که دست بالا رو دارن یا دست بهتری رو دارن، برگ برنده تری دارن، دستشون پرتره. اینا رو همه رو از این زاویه فکر میکنن، ولی از اون طرف هم خب اگر خیلی شرایط سخت بشه به جام زهری تن خواهند داد، ولی احساس میکنن که خب تونستن خود رو تا حدی حفظ بکنن و این که به سرعت وضعیتشون به بخامت بگراید، حداقل این احساس رو در حال حاضر ندارن. این دیگه بستگی داره که در خود جامعه تا چه حد اعتراضات بالا بگیره و احساس در واقع این رو بکنن که داره شیرازه کار از دستشون در میره. بنابراین این وضعیت رو داره. جام زهر موقعی مطرح هستش که بخوان یک معامله به اصطلاح دراز مدتی رو بکنن، ولی به نظر نمیرسه که همچین چیزی امکان پذیر باشه، هرچند گفتم مثلا همه تحریم‌ها برداشته بشه و به حال شرایط کاملا دگرگون بشه، به نظر نمیرسه که هر دو طرف این توان رو داشته باشن که
تا این حد به توافق برسن. بنابراین من فکر میکنم که یک توافق شاید مختصری رو بتونن انجام بدن برای زمان مشخص، برای زمانی شاید یک ساله، و بعد دور اصلی بعدی رو به یک سال دیگه واگذارن. این به نظر من هست. به نظر من به جایی که یه توافق سریع صورت بگیره، با یک توافقهای تدریجی مواجه خواهیم بود و یک مرحله اون مرحله هستش تا سال آینده. این حالا نظر من هست، باید ببینیم که در مجموع چی پیش میره. درود بر شما خانم شهلا انتصاری عزیز. تورج عزیز از جمله سوال کردن که گزارش های ما به شورای حقوق بشر تا چه اندازه تأثیر گذار است. خب گزارش های ما حالا به گزارشگرهای ویژه مختلف، به شورای حقوق بشر، حالا میتونیم همین دو قسمت رو صحبت کنیم، به کمیسیون عالی، این است که این گزارش ها در کنار گزارش های عدیده دیگر مورد توجه قرار میگیره و خب در گزارشی که اونها تهیه میکنند منظور میشه. شما اگه گزارش ها رو مشاهده بکنید میبینید که در بسیاری از موارد در واقع استناد اون گزارش ها مشخص است که به کدام منبع مراجعه میکنند. بنابراین گزارش چند ده صفحه‌ای معمولاً با مراجعه به چند صد چند هزار صفحه گزارش های ارائه شده تهیه میشه، بنابراین تأثیر میذاره در این گزارش ها. تو در خود شورای حقوق بشر هم خب ما موضع‌گیری هایی که داریم تأثیر میگذاره در کسانی که خب در اونجا حضور دارن دیگه، معلوم که ما با همدیگه صحبت میکنیم، اندیشه های ما رو همدیگه تأثیر میذاره. بنابراین در شورای حقوق بشر هم چنین هست، یعنی که نمایندگان کشورهای مختلف صحبت میکنن، نمایندگان سازمان های غیر دولتی مختلف هم صحبت میکنن و خب این صحبت ها تاثیرگذار هست. خب خود ما وقتی تاثیر میپذیریم از اینکه گزارش های دولت های دیگر چیست و گزارش سازمان های غیر دولتی کشورهای مختلف چیست، خب طبیعیه که یک تصویر واقعی تری پیدا میکنیم از اینکه وضعیت در کشور معین چگونه است. مثلا وقتی راجع میانمار صحبت میشه، خب گزارش مسئول دولتی میانمار رو میشنویم و خب میبینیم که سازمان های غیر دولتی دیگر در مورد میانمار چه میگه. ببینید تصویر روشنتری پیدا میکنه. در مورد ایران هم همینطوره، وقتی که اونجا این گزارشات مطرح میشه، خب بر شورای حقوق بشر که میگیم تأثیر میذاره که شامل اعضایش هست، شامل ناظران کشوری هست و ناظران سازمان غیر دولتی. این به علاوه این خب طبیعیه که امکانات حالا به اصطلاح لابیگری تعامل وجود داره، ارتباطاتی هستش که افراد میشه گفتش که در شورای حقوق بشر صدها نفر در چند هفته با هم دیگه زندگی میکنن دیگه، در ساعت‌ها با هم هستند و خب در زمان‌های مختلف هم دیگه رو با هم دیگه دیدار دارن. دیدارهای فقط تو خود شورای حقوق بشر نیست، حتما خود شما هم شرکت کردید در اجلاس‌های جانبیش هست، در صحبت‌های چند نفره با هم دیگه هست و خب این تصویر هرچی بیشتر تکمیل میشه. بنابراین اینها همه تأثیر دارن، تأثیر به شکلی است که ما رو امیدوار میکنه که سعی بکنیم. حالا میدونید که تو دوران قبل از کرونا چند ماه در سال ما سعی میکردیم اونجا حضور داشته باشیم و خب از این دوران بعد از کرونا نتوانستیم، ولی که خب امید هستش که دوباره بتوانیم. برای اونقدر ارزش داره به نظر من که فردی مثل ما زندگیش هم تا حد معینی روش تأثیر بذاره و بر اون اساس چند هفته تا چند ماه در سال رو در اونجا سپری بکنه. بنابراین قطعا تأثیر میذاره. نکات خیلی ساده ترش رو شاید بگیم، حالا شاید این استنباط ما درست باشه شاید درست نباشه، ولی حداقل وقتی که اونجا صحبتی میشه از این زندانی یا اون زندانی خاص، گاهی اوقات میبینیم که شاید ما فکر میکنیم حداقل
تأثیر داره در اینکه مثلا مرخصی بهش بدن، شرایط معین کوتاه مدتی براش به وجود بیاد، ولی اینکه بازم مثل کل سازمان ملل اون اقدامات ما طوری باشه که بر مبنای اون ناقضان حقوق بشر فرمان بری بکنند، خب چنین نیست و مجموعه تمام پیشنهادهایی که هست بعضا به هیچ وجه جدی نمیگیرن، ولی حتی اگر میزان ناچیزیش هم در نظر بگیرن و عقب نشینی مختصری هم بکنن، خب خیلی موقع ها میتونه بر زندگی ها گاهی اوقات تاثیر بذاره و این به انسان انرژی معینی رو میده. خوشحال شدم که در خدمت شما عزیزان بودم برای بار دیگه. ظاهرا سوال دیگری نیست. امیدوارم که روز به روز وضعیت برای همه عزیزان بهتر بشه و حقوق بشر هرچی بیشتر در همه جوامع دنیا تأمین بشه. راهی دشوار و دراز در پیش هست، ولیکن امیدوارم که به اون روزها نزدیکتر بشه. خیلی ممنون. بله، مثل اینکه سوال دیگری نیست. مانی عزیز، خوشحال شدم که بار دیگه در خدمت شما عزیزان باشم. تا بعد.